سلام، رضا فریبشتار هستم. آقا یه بچه کمیک و در این حال دردناک ادبیات فارسی میخوام بهتون اشاره کنم. مولوی میگه گویاترم ز بلبل اما زرشک عام، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. در جای مختلف مولوی و مثل مولوی خیلی از شاعرها میگن که ما میخواییم یه چیزی بگیم اما نمیذارم، نمیشه. حالا مولوی خودش یکی از پرگوترین و پرآثارترین نویسندگان و شاعرهاست. این قضیه مکرر در مکرر تکرار شده در ادبیات فارسی و کلشه که شما بچلونین میبینید توش، حالا با شیوه های مختلف، یه جور وحدت وجود از دلش در میاد و همین و بس. حالا خودم اصلا با ایده ی وحدت وجود کاری ندارم که هندی بوده، غیره بوده، فلان بوده، ولی منظورم اینه که یه حجم عمده ای از مضامین در بیشتر شاعرها ببینی که اونایی که مثلا حداقل این حس داشتن که میخوان یه دیتایی هم منتقل کنن، یه جورایی به هر حال شعر عربی تو فارسی یه حجم عمده ای از چیزی که فرض میشه اندیشه باشه رو منتقل میکرده دیگه. ولی وقتی که میچرونی میبینی تایی تش در بهترین حالت یه همچین چیزی از توش در میاد، یه جور وحدت وجود، حالا با یه شکلی، با یه شدت و ضعفی، و هیچ ایده و ذهنیت و خرد خاصی درش نیست. چنگ که مندازی چیزی دستتو نمیگیره، چیزی در چنته نیست و تکراره، حالا مولوی باشه و خیلی های دیگه، به جز استثناءاتی مثل خیام و فردوسی و خیلی کم تک و توک. شاید واقعا یکی اون زمان باید به اینه تلنگار میزده که بره بره من، شاید واقعا چیز چندانی در چنته نداری، هی داری تکرار میکنی. تاریخ فلسفه غرب رو که شما یه بررسی بکنید واسه های فردریک کاپلستون، یه در 12 جلده به چلونیش یه قسمتی داره، فکر میکنم تو یه فصل ادبیات شرق و این حرفا رو داری میزنه، اونم در حد فقط شارح ایده های یونان و غرب بودنه. هیچی نیست، چیزی در چنته نیست. وقتی میچلونی اینا رو میبینی در مجموع همه مضامین تکراریه و بیشترش هم آلوده به وحدت وجوده، حالا با شدت و ضعف های گوناگون خودشون. و اینه که دست ما متاسفانه چندان پر نیست از ایده ها، خیلی ناچیز. تک و توک شما میبینی یه ایده خاصی این طرف اتفاق افتاده و هست، همیشه روش تکیه کرد، مثل مثلا خیر و شر زرتوش و حالا وحدت وجود که حالا هندیه، ایرانیه، غیر است. کامنتون بگم که متاسفانه این وضعیت در ادبیات فارسی ادامه داشته و امیدوارم یه روز بهبود پیدا کنه و هنوزم هست، هنوزم به یه نحوی تکرار میشه، چون یه جور خودگول زنکه. طرف میگه من میدونم، من میخوام یه چیزی رو بگم، من متصلم، من متحدم، من فلانم و نمیتونم بگم. استبداد، سانسور، همه اینا بوده در محدودهای زمانی مختلف، ولی فقط اینها نیست، یه حجم زیادی اینه که راه رو اشتباه رفتن و اساساً کله به کار نیفتاده. ذهن، خرد، کله در تمدن یونانه که کار کرده، تمدن درخشان یونان و بس. الباقی واقعاً حواشی هن، چیز چندانی اضافه نمی کنن متاسفانه، ولی به هر حال زمان ادامه داره و امیدوارم یه اتفاقای خوبی بیفته. تمدن ناو یونان و اون درخشندگی مهیب و عظیمش، اون همه ایده، اون همه اصلا واقعا فکرت میفته پایین و شگفت زده میشی باش برخورد که میکنی. ولی اینجا میبینی که آقا میچلونی کل مثلا مولوی رو میچلونی، واقعا چقدر عقل و خرد درش هست، غیر از یه تکرارهای فقیهانه معمول معلمی نرم. بله.